سلام، من همایون خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. در برنامه امروز بقا در گرمترین نقطه زمین، معرفی یک میگوی آب شیرین در کویر لوت ایران و لیزابها در مرمره، لایه زخیم آلاینده ها سواحل ترکیه را پوشانده. ترکیه در تلاش برای پیدا کردن چاره‌ای که دریای مرمره را از لیزاب‌ها نجات بده. لیزابی که روی سطح دریای مرمره است اونقدر ضخیمه که مثل پتو سطح آب رو پوشونده. یکی از راه‌ها وارد کردن اکسیژن بیشتر به دریاست تا جلوی خفه شدن آبزیان رو بگیره. معمولاً لیزاب در دریای مرمره تشکیل میشه، ولی در مدتی نزدیک به یک ماه از بین میره. این بار نه فقط لیزاب‌ها به مدت طولانی روی سطح آب باقی موندن، بلکه ضخامتشون هم زیادتر از همیشه شده. به جز فعالیت پلانکتون‌ها، راه پیدا کردن آلاینده‌ها مثل کودهای کشاورزی به آب‌های آزاد هم باعث تشکیل لیزاب میشه. مهسا مرتضوی گزارش میده. آبزیان دریای مرمره این روزها از تجمع لیزاب‌ها تنگ نفس گرفتند. لیزاب یک پدیده طبیعی است، اما امسال گرمایش سطح دریا، کم شدن باد و ورود بیش از حد آلاینده‌های طبیعی به دریا به گسترش بیش از اندازه آنها کمک کرده. خوراک آنها در اصل ترکیبات آلی، کودها، نیتروژن و ترکیبات فسفر است، و متاسفانه ما بیش از حد این آلاینده های آلی را در آب دریاها و اقیانوس ها ریخته ایم. حالا این لیزاب ها به صورت توده های غلیظ از سطح تا عمق آب را اشغال می کنند. غلظت این توده ها به قدری زیاد است که تنفس آبزیان را غیر ممکن می کنند. درست وقتی که کابوس ویروس کرونا داره به پایان خودش نزدیک میشه، لیزاب وارد زندگی ما شده. ما هرگز نمیخوایم دریای مرمره بمیره. ترکیه سعی دارد تا جای ممکن لیزاب ها رو خارج کند. لیزابی که در استانبول و چند شهر اطراف روی سطح آب قابل مشاهده است و راهش را به دریای سیاه پیش میبرد. فاجعه زیست محیطی که باید با آن مقابله کرد. اما راه حل نهایی این است که ورود آلاینده ها به آبهای دریایی محدود شوند. مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال. لاس وگاس رو به خاطر قمارخونه هاش میشناسن، ولی برای زمین شناسا و سدسازها لاس وگاس یکی از نزدیکترین شهرها به سد معروف هووره، سدی که بزرگترین مخزن آبگیری در آمریکا رو شکل داده. نیکوهنگ کوسر از کنار سد هوور گزارش میده. همایون، پشت سر من دریاچه مید و سد هوور رو میبینی. سد هوور در سال 1935، یعنی 86 سال پیش، بر روی رودخونه کلرادو ساخته شد و دریاچه‌ای که پشت شکل گرفت به نام مید حجمی معادل 35 میلیارد متر مکعب داشت. این سد سالهای سال باعث رونق اقتصادی، کشاورزی و حتی تجاری و سیاحتی کل منطقه شد. اما از سال 2000 تا کنون، یعنی در طی 21 سال گذشته، سطح آب دریاچه تقریباً 42 متر پایین اومده و الان به حدود 326 متر بالای سطح دریا رسیده. مسئله‌ای که باید بهش توجه کنیم تأثیر هم گرم شدن زمین هست و هم آن چیزی که ما به نام خوشسالی انسان محور درباره‌اش صحبت می‌کنیم. اتفاقی که افتاده به دلیل توسعه کشاورزی گسترده‌تر، مصرف بیشتر، مصرف آب رودخانه کلرادو در طول این چند دهه رفته بالا. ایالت‌های مختلفی آب اینجا رو از این حوزه به حوزه‌های دیگر منتقل می‌کنن برای مصرف. زمانی که این سد ساخته شد بر اساس ایده بود که در اوائل قرن 20 وجود داشت که میتوان تا قرنها در اینجا بر اساس آبی که از رودخانه کلرادو از کوههای راکی میرسه مدیریت کرد این مناطق رو. اما الان آب کافی وجود نداره و برف زیادی هم نمیباره در کوههای کلرادو،
تبخیر هم زیاد شده به خاطر گرم شدن زمین. حالا از این به بعد ایالت‌ها مجبورن آب کمتری مصرف کنن، برق کمتری مصرف بکنن و خیلی از کشاورزا دچار مشکلات زیادی میشن. این دقیقاً همون مسئله است که ما در کشورمون هم باهاش مواجه هستیم. اما برنامه اضطراری که در اینجا وجود داره سالها قبل طراحی شده، اما در کشور ما داریم واکنشی عمل میکنیم. ماهیگیری بیش از حد از دریاها و اقیانوس‌ها زنگ خطر از بین رفتن ذخایر آبزیان رو به صدا درآورده. البته افزایش جمعیت جهان یکی از دلایل صید بیش از حد آبزیانه. پژوهشگران میگن پرورش ماهی میتونه یک راه حل باشه. کیانا فیروز در این باره گزارش میده. توصیه بهداشتی این است که خوردن 2 وعده ماهی در هفته منجر به تقویت سلامت قلب و مغز می شود، کیفیت خواب را بهبود می بخشد و با افسردگی مبارزه می کند. اما طرفداران محیط زیست می گویند ماهی های پرورشی را انتخاب کنید تا ماهیگیری بیش از حد از دریاها کم شود. گسترش مزرعه های پرورش ماهی راهکاری است که به آن اشاره شده. اینجا یک مزرعه پرورش ماهی در جنوب شرقی انگلستان. با اینکه طرفداران محیط زیست از افزایش تعداد این مزرعه ها استقبال میکنن، اما مخالفان معتقدن که در این مزرعه ها از آنتی بیوتیک ها زیاد استفاده میشه و به همین علت مصرف کنندگان ماهی پرورشی سلامتیشون رو از دست میدن. چین با تولید 67 میلیون تن در سال بزرگترین تولید کننده ماهی در جهان است. هند و اندونزی هم با تولید بیش از 10 میلیون تن در رده های بعدی هستند. اما در اروپا نروژ با 3.5 میلیون تن و روسیه با 5 میلیون تن مهمترین تولید کنندگان ماهی پرورشی هستند. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد از پرورش ماهی به عنوان یکی از سریع ترین روش های تولید مواد غذایی در جهان نام برده. روشی که قرار است تا 10 سال آینده 2/3 ماهی های بازار را تولید کند. کیانا فیروز، ایران اینترنشنال. امروز از طبیعت ایران این میگوی آب شیرین رو انتخاب کردم. بهش میگن پری میگوی فهیمی و با اسم علمی فالوکریپتوس فهیمی شناخته میشه. این سخت‌پوست رو در یک آبگیر به نام دق میانریگ در کویر لوت پیدا کردن. یعنی در کویر یک میگوی آب شیرین کشف شده. آبگیرهای کویر فصلی هستن. یعنی اگه آبی وجود داشته باشه این آبگیرها پر میشن از این میگوها. این سخت‌پوست رو دکتر مارتین شوتنر از موزه تاریخ طبیعی وین، الکساندر رودوف از دانشگاه تهران و دکتر حسین رجایی از موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت شناسایی کردند. اسم این پری میگو رو به افتخار هادی فهیمی، فعال محیط زیستی ایران که در حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج درگذشت، به اسم ایشون نامگذاری کردند. وقتی آبگیر خشکه این سخت‌پوست چطور زنده میمونه؟ در گفتگویی که با دکتر مارتین شوتنر داشتم ایشون توضیح داد که این پری میگو دور خودش یک کیسه درست میکنه و تا وقتی شرایط مساعد بشه در اون کیسه زنده میمونه. بیشتر طول سال اگر به کویر لوت برید هیچ میگویی پیدا نمی کنید، چون اصلا آب شیرینی اونجا وجود نداره. ولی وقتی بارون بباره و حوضچه و یا حتی دریاچه های شکل بگیره، این میگوها میتونن تخم ریزی بکنن و تبدیل به میگو بالغ بشن. علت اینکه میگوهای داخل تخم میتونن در اون آب و هوا زنده بمونن اینه که پوسته تخمه میگوها بسیار مقاومه، تا حدی که تا سالها، شاید دهها و حتی صدها سال میتونن به همون شکل باقی بمونن. وقتی محیط آبی مناسبی پیدا میکنن از تخم بیرون میان و رشد میکنن و تبدیل به میگو بالغ میشن. میگوهای بالغ در این شرایط دوباره تخم ریزی میکنن و تخمها به همان ترتیب باقی میمانن تا فصل بارندگی بعدی و نسل بعدی میگوها رو به همین ترتیب به وجود میارن. بعد از پری میگوی فهیمی بریم به بخش خبرهای کوتاه از محیط زیست.
پژوهشگران دانشگاه مگیل کانادا از یافته خبر میدن که شباهت آوازخوانی پرندگان و حرف زدن انسانها رو نشون میده. مهمترین شباهت مربوط به یک قانون زبانشناسی به اسم قانون منزرات که میگه هرچی یک جمله طولانی تر باشه، اجزای اون کوتاه‌تره. استفاده از این الگوی زبانی در پرندگان باعث میشه وقتی پرنده یک آواز طولانی میخونه، سایر پرندگان حرفش رو بهتر متوجه بشن. و کارخانه لگو اعلام کرده تا 2 سال دیگه از بازیافت بطری‌های پلاستیکی قطعات لگو می‌سازه. قطعات پلاستیکی لگو برای دهها قابل تجزیه نیستن و حالا که قرار مصرف پلاستیک در جهان کم بشه، شرکت لگو با فشار افکار عمومی روبرو شده. 3 سال پیش شرکت لگو اعلام کرد تا سال 2030 محصولاتش رو از مواد قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست می‌سازه. حالا ظاهراً اولین قدم در این راه برداشته شده و قرار بطری‌های نوشابه به عنوان مواد سازنده لگو استفاده بشه. باغ وحش کل در آلمان 2 لمور از گونه در حال انقراض شیفاک رو در معرض تماشای بازدید کنندگان گذاشته. زیستگاه این لمورهای گیاهخوار در ماداگاسکاره، اما این جفت لمور از یک مرکز حفاظت از لمورها در آمریکا به آلمان منتقل شدند. فقط چند صد لمور شیفاک در جهان باقی مونده و دلیل انقراض اونها از دست رفتن زیستگاه و شکار شدنشون بوده. مرکز حفاظت از لمورها در آمریکا 2 جفت دیگه از اونها رو به باغ وحش‌های در بریتانیا و برلین منتقل کرده. اگه پیشنهادی درباره برنامه علمی دارید، علم@ ایرانینتل.com نشانی الکترونیکی ماست. تا فرصت بعدی.